سرخط خبرها. بلاروس 1/3 نیروهای مسلح خود را به مرز اوکراین فرستاد. از اروپا تا افریقا، تظاهرات گسترده در محکومیت نسل کشی در غزه. کرزی خواستار بازگشایی فوری مکاتب و دانشگاه ها برای دختران شد. عمران خان می خواهد رئیس دانشگاه آکسفورد بریتانیا شود. و ترامپ می گوید چین پایگاه بگرام را اشغال کرده است. مشروع خبرها. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس اعلان کرد که 1/3 نیروهای مسلح این کشور به مرزهای جنوبیش با اوکراین اعزام شده اند. آقای لوکاشنکو گفته است که اوکراین بیش از 120,000 نیروی مسلح خود را در مرز با بلاروس مستقر کرده است. خبرگزاری دولتی بلاروس روز یکشنبه 28 اسد به نقل از رئیس جمهور این کشور گزارش داده است که مینسک با در نظر داشت سیاست تهاجمی اوکراین نیروهایش را در نقاط خاص در سراسر مرز جنوبیش مستقر کرده تا در صورت حمله اوکراین از این کشور دفاع کنند. این اظهارات آقای لوکاشنکو پس از حمله ارتش اوکراین به منطقه کورسک روسیه مطرح شده است. آقای لوکاشنکو شمار دقیق نیروهای اعزامی این کشور به مرز با اوکراین را مشخص نکرده است. انستیتوت بین المللی مطالعات استراتژیک در سال 2022 میلادی شمار نیروهای ارتش حرفه‌ای بلاروس را حدود 48,000 و نیروهای مرزی این کشور را حدود 12,000 نفر برآورد کرده بود. در سوی دیگر، نیروهای مرزی اوکراین اعلان کرده است که در شمار و تجهیزات نیروهای مرزی بلاروس تغییراتی را مشاهده نکرده است. بلاروس یکی از متحدان اصلی روسیه است. در پی تهدیدات غرب و ناتو، روسیه سلاح استراتژیک هسته‌ای خود را در این کشور مستقر کرده است. منابع خبری از شرکت هزاران نفر در تظاهرات ضد صهیونیستی در آمستردام پایتخت هلند، اسلو پایتخت نروژ، کیپ تاون پایتخت آفریقای جنوبی، شهر اشتوتگارت آلمان، استکهلم پایتخت سوئد و شهرهای مالمو، بروس، اوپسالا، شهر منچستر بریتانیا و لندن و شهر آرهوس دانمارک خبر دادند. شرکت کنندگان در این تظاهرات و تجمعات گسترده پرچمهای فلسطین را به اهتزاز درآوردند و پلاکاردهای با مضمون محکومیت جنگ علیه غزه به دست داشتند. تظاهرات کنندگان در این تجمعات که در مهمترین پایتختهای اروپا و آفریقا برگزار شد، بر لزوم پایان دادن به استانداردهای دوگانه و محاکمه رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی علیه مردم فلسطین تاکید کرده و نسل کشی در نوار غزه را محکوم کردند. شایان ذکر است از هفته اکتبر 2023 رژیم صهیونیستی به حملات خود علیه نوار غزه از زمین، دریا و هوا ادامه می‌دهد که تاکنون منجر به شهادت بیش از 40,000 نفر فلسطینی و مجروح شدن بیش از 92,000 نفر دیگر شده است. هزاران نفر همچنان زیر آوار ماندند و نیروهای امدادی قادر به دسترسی به آنها نیستند. هفته گذشته نیز دور جدیدی از مذاکرات در دوحه، پایتخت قطر، با وساطت آمریکا، قطر و مصر آغاز شد. پس از آن که واشنگتن در دوحه پیشنهادی برای کاهش اختلافات میان رژیم صهیونیستی و حماس ارائه کرد، آمریکا، قطر و مصر روز جمعه اعلان کردند که مذاکرات برای توقف آتش بس در نوار غزه هفته آینده در قاهره ادامه خواهد یافت. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان بار دیگر از طالبان خواست هرچی زودتر درهای مکاتب و دانشگاه ها را برای زنان و دختران باز کند. او تاکید کرد که رهایی از وابستگی به خارج و پیشرفت کشور در گرو آموزش جوانان به ویژه دختران است. طالبان از 3 سال پیش درهای مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران بستند. سازمان ملل اعلان کرده است که در نتیجه این تصمیم طالبان 1.4 میلیون دختر افغان از تحصیلات متوسطه و عالی محروم شدند. آقای کرزی روز یکشنبه به مناسبت 105مین سال روز استقلال افغانستان به دست شاه امان الله خان پیام صادر کرد. او در این پیام گفت: همانطور که افغانستان خانه مشترک همه افغان‌ها است، امیدوارم که هر شهروند این سرزمین با حس کامل مالکیت و آزادی، زمینه کار و تلاش برای آبادانی و پیشرفت وطن را داشته باشند. کرزی ابراز امیدواری کرد که همه هموطنان بر یک سفره گرد هم آیند و راه تفاهم ملی را برای تأمین صلح و ثبات دائمی در کشور انتخاب کنند. این نخستین بار نیست که کرزی خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها می‌شود. او در 3 سال گذشته پیوسته این خواست را تکرار کرده است. اخیراً معاون رئیس الوزرای طالبان در پاسخ به سوال خبرنگار آریانا نیوز درباره بازگشایی مکاتب دخترانه به طور عجیب خندید. حامد کرزی علیرغم محدودیت‌های طالبان تا 3 سال گذشته در کابل زندگی کرده است. طالبان برای سفرها و دیدارهای او محدودیت‌های اعمال کرده‌اند.
زلفی بخاری مشاور نخست وزیر پیشین پاکستان اعلان کرده است که عمران خان برای شرکت در انتخابات ریاست دانشگاه آکسفورد بریتانیا درخواست داده است. انتخابات ریاست دانشگاه آکسفورد از 7 عقرب آغاز می شود. عمران خان نزدیک به یک سال شده که در زندان است. آقای بخاری روز یکشنبه 28 اسد با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: مطابق دستور عمران خان، فرم درخواست وی برای انتخابات 2024 ریاست دانشگاه آکسفورد ارسال شده است. ما مشتاقانه منتظر حمایت همه از یک کارزار تاریخی هستیم. انتخابات ریاست دانشگاه آکسفورد از 7 عقرب سال جاری به صورت آنلاین آغاز می شود. در این انتخابات دانشجویان فارغ شده و کارمندان این دانشگاه اشتراک می کنند. دانشگاه آکسفورد گفته تا زمانی که اسم نامزدان نهایی نشده آن را اعلام نمی کند. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف نزدیک به یک سال است که در زندان به سر می برد. مشاور عمران خان در این مورد توضیح نداد که عمران خان در صورت پیروزی در این انتخابات چگونه بر دانشگاه آکسفورد از زندان در پاکستان ریاست خواهد کرد. آگاهان سیاسی در پاکستان می گویند مشاوران آقای خان تلاش دارند با پیروزی خان در این انتخابات زمینه خروج عمران خان از زندان و پاکستان را فراهم کنند. عمران خان در حال حاضر با چندین پرونده جنایی، فساد مالی و حتی زناشویی مواجه است و تاکنون هیچ نشانه از آزادی او به نظر نمی رسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور می گوید که چین پایگاه بگرام را اشغال کرده است. ترامپ روز شنبه 27 اسد در سخنرانیش در شهر ویلکسبار ایالت پنسیلوانیا آمریکا خطاب به شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین گفته است که از استفاده ساخت و سازهای میلیارد دلاری آمریکا که سالها پیش انجام شده لذت ببرید. او بار دیگر از شیوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده و افزوده است که در این روند 13 سرباز آمریکایی کشته، شمار زیادی گروگان گرفته شدند و برخی هم جا ماندند. نامبرده علاوه کرده است که ایالات متحده آمریکا باید با قدرت و عزت از افغانستان خارج میشد. به گفته وی در حال حاضر بگرام در اشغال چین است و این پایگاه هوایی تنها یک ساعت با جایی که چین سلاح هسته‌ای میسازد فاصله دارد. در 28 سرطان سال روان نیز دونالد ترامپ گفته بود که چین از پایگاه نظامیان آمریکایی در بگرام استفاده میکند. وی افزوده بود که پس از خروج ایالات متحده، افغانستان زیر سلطه طالبان به بزرگترین مکان فروش تسلیحات باقی مانده از نیروهای آمریکایی تبدیل شده است. با تشکر که تا پایان این بسته خبری با ما همراه بودید. لطفاً نظریات، پیشنهادات و انتقاداتتان را در بخش کامنت برای ما بنویسید.